ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا. چطور شنا بکنیم در بحر احساسات لطیف و این همه شور و اشتیاقی که هم در من هست هم در شما هست. و حقیقتا این گوته، من این چند بار گفتم، شاعر بزرگ آلمانی که عاشق حافظم بوده، عاشق یک مرد هندی بوده، یکی از نویسندگان قدیم هند به نام کالیداسا، که این یک داستان عجیبی گفته که من خودم هر دفعه اومدم این داستان تعریف کنم عشق بر چشم جاری شده و نتونستم تعریف کنم مگر یه اشاره‌ای بکنم به اون داستان. به قدری قشنگ این معنی الستو بربکم و معنی این که آدم ها یادشون نمیاد، یادشون رفته، نسو الله فانساهم انفسهم، این رو به قدری قشنگ بیان کرده. یه دختری است که با یه پادشاهی ازدواج کرده. پادشاه آمده در اون جنگل دنبال شکار آهو، خودش شکار این دختر میشه. بعد با اون دختر ازدواج میکنه و در اون معبد پیمان عشق میبندن. و یک ماهی در اون جنگل، در اون فضای زیبا، در اون شبهای مهتابی کنار چشمه دور هم بودن با کنیزکانی که اون دختر داشته. بعد برمیگرده به کشور خودش که میگه من مملکت داری باید بکنم و تو در هنگامی که فرزندت نزدیک به تولد شد بیا در پایتخت، اونجا این انگشتر رو نشون بده. این انگشتر، این خاتم، این خاتم دل ماست، یه خاتمی خداوند به ما داده، گفته که بیا اونجا این خاتم رو نشون داده، گفته که بیا اونجا، من پذیرای تو هستم، ملکه شهر هست. دخترم خوشحال. ولی ناگهان یک درویش صاحب غیرتی که میگن رمز غیرت الله هست، این میاد در معبد که اون دختر باید براش چایی بیاره، خدمتی بکنه، اینا نمیکنه، نبوده، حواسش نبوده. این عصبانی میشه و نفرین میکنه، میگه امیدوارم اون کسی که باید تو رو به یاد بیاره به یاد نیاره هیچ وقت. ایدادی بیداد، اینم درویش مستجاب الدعوه بوده. میان التماس میکنن، به پاش میفتن که آقا نکنین کار رو، اینها یه لاقلی تخفیفی بده. گفت یه تخفیفی میدم که اگر انگشتر رو ببینه به یاد بیاره، ولی انگشتر رو نبینه به یاد نیاره. گفتن حالا بالاخره یه چیزی شد و اینا انگشتر رو نگه میداره. ولی از قضای روزگار انگشتر گم میشه، انگشتر گم میشه. حالا این دختر آمده اونجا، صاحب بچه در شکمش، و بعد پیش پدر و مادر آبرو اینا، حالا بیاد اونجا، انگشترم گم کرده، انگشتر رو گم میکنه در یه برکه آبی، و حالا اومده پیش پادشاه. پیش خودش میگه خب بالاخره پادشاه چشش به من بیفته فورا میفهمه دیگه، ولی یادش نمیاد. میگه که تو چطور یادت نمیاد؟ مگه یادت نمیاد اون شب که ما با هم بودیم، اول رفتیم تو منو دیدی، بعد این حرفو زدی، بعد نمیدونم اظهار عشق کردی؟ گفت نه، حرفای خیلی قشنگی میزنی ولی من اصلا یادم نمیاد. گفتش که اون شب به خصوصی که یک آهوی آمد کنار من ایستاد و تو گفتی که چشمان تو از این آهو قشنگتره و این مهتاب چنینه و چنانه، اینا رو یادت نمیاد؟ گفت نه، یادم نمیاد. خیلی اوقات از کسانی هستن دارن خودشونو میکشن که ما به یادمون بیاد، یادمون نمیاد. مگه تو یادت نمیاد که تو قرار بوده این کارا رو بکنی، اون کارا رو نباید بکنی؟ نه، یادش نمیاد. یه نقاشی بهش نشون میدن، زیبایی بهش نشون میدن، جمال بهش نشون میدن، هنر بهش نشون میدن، یادش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون دلشو گم کرده، اون دلشو گم کرده، برای یاد اون از یاد از خاطره میره. و اینجا گوته میگه که من لذتی در عالم بالاتر از خوندن این نمایشنامه نبردم در تمام عمرم. این همه لذت هم که برده بوده، آدم خیلی جامعی بوده، یعنی همه لذت های دنیا رو برده بوده، لذاتی که مردم براش ارزشی قائل هستن، لذات مادی و معنوی رو برده بوده. بنابراین کسانی هستن که ما رو به چنین جایی دعوت میکنن، و من اینو مکرر گفتم که شاعرانی هم هستن که ما رو به بیابون دعوت میکنن، میگن آقا شما بیاین، حالا بیابونم باز خوبه، ما رو به قعر چاه دعوت میکنه. خدای ناصر و هر سو شراب منصوری، هزار جام سعادت بنوش ای نومید، بگیر صد زر و زور ای قریب زرزوری،
هزار گونه زلیخا و یوسف اند اینجا. شراب روح فضا و سماع تنبوری. سخن در این بود که ما اولین قدممون و طلبمون همین باید باشه و من حالا به مناسبت نیشابور و شهر عطار یه اشاره‌ای به هفت شهر عشق بکنم براتون که ببینید که این هفت شهر عشق فقط یه داستان نیست، این داستان هر روزه ماست. یعنی اگر واقعا کسی بخواد سالک بشه میتونه دنبال عطار بره و به همه اون مقامات برسه. تو تجلی اون واحدی و اون قلم واحد احدیت او انشا کرده، چون جود ازل خیام میگه بود مرا املا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد. املا و انشا رو نه همه رو آورده. وقتی بود ما رو انشا کرد، او بود من رو انشا کرد. اینه از فطرت خودش و از وحدانیت خودش و از اون عرشبت که سر و سر ذات خودش یک ودیعه در من گذاشته. برابر این تو هم این اونی، تو هم ازلی و ابدی هستی، اولا همیشه بودی. اگه حالا اینجا نبودی ولی اونجا بودی، اونجا نبودی یه جای دیگه میری، ولی تو که از عدم که نیومدی که. عجبا از مردمی که از نیستی میترسن. خب نیستی که وجود نداره که شما میترسین ازش. مثلا میگن از دیو، من میترسم. دیو وجود نداره، مگه آدم خودش دیو بشه؟ مولانا میگه از اون سخت فلسفی که منکر دیوی بود در همون دم سخره دیوی شود. آقا نشسته مثلا یه حرفی بهش میزنن یه مرتبه عصبانی میشه، خب دیو دیگه. بنابراین حرف اولش اینه که یکی بیشتر نیست. اینو قبول کردی؟ نمیتونی قبول نکنی، چیزی غیر از این نیست. یک وجود ازلی و ابدی بحت بسیط هست که همه عالم رو گرفته پر کرده، نور و سماوات و الارض. دوم این که تو هم تجلی او هستی، بنابراین تو هم ازلی و ابدی هستی، تو هم همیشه بودی، همیشه هم خواهی بود. مولانا میگه صد هزاران سال پیش من بودم، صد هزاران سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا ممکنه بعضی شدم یادش رفته باشه. شما اگه یادتون نیاد که دیشب چی خوردین که همون آدمیزاد هستین دیگه. یعنی آدم به دلیل اینکه یادش نمیاد که آدمیزاد که از بین نمیره که. ما خب یه چیزی الان یادمون نیست، ولی یه گوشه کنار یادمون میاد. برای چی از یه صحنه زیبایی که میبینه خوشت میاد؟ خروس آدم نگاه میکنه، هر وقت خروس نگاه میکنم یه ساعت وام میسم، اگه وقت داشته باشم 24 ساعت وام میسم تماشا میکنم. اصلا سیر نمیشه آدم از خروس. چرا؟ برای اینکه این یه چیزی ارتباطی داره با ما و یه حرفی داره میزنه به ما. این قیافه رو ما دیدیم اینجا، مال الان که نیست. من به چه مناسبت سر از خاک در بیارم از خروس خوشم بیاد؟ این به خاطر سابقه دارم من با خروس، سابقه آشنایی داریم. این خروس یه جایی وجود داشته، این تناسبات و این زیبایی و حرکات و اینا رو من یه جایی دیدم، یه توی باقی دیگه بوده این خروس. بنابراین حرف دوم عطار و خیام فرق میکنه، این است که تو ازلی و ابدی هستی و بنابراین نگرانی مرگ و اینا به کلی از بمیره. مرگ اصلا معنی پیدا نمیکنه دیگه. مرگ معلوم میشه یک خلع و لبسی میشه، شما لباس در میاری لباس دیگه میپوشی، همون میشه میره. سوم این که در این مسیری که داری الان دور شدی، تو فاصله گرفتی از پروردگارت، دور شدی و یادت رفته، باید یه نفر بیاد یادت بندازه با هنرش، با زبانش، با فصاحت، با بلاغت. اینجا خراسان رو میگن مهد فصاحت و بلاغت. من خودم ناظر این بودم زیاد که یک خدمتکاری ما داشتیم، مرحوم پدرم ازش پرسیدن که بهش گفتن که کبرا خانم تو چقدر زن با وفایی هستی. حالا اگه یکی دیگه بود مال یه شهرستان دیگه میگفت آج آقا اختیار دارین از خوبی از خودتونه ببخش، این چه فرمایش، خواهش میکنم. مثلا اگه تهرونی باشه میگه خواهش میکنم. حالا این مشهدی چی گفت؟ خراسونی گفت کسی که چنین خنه میدشته بشه البته که با وفا میره. چقدر قشنگ گفت. اولا وفا رو نف نکرد از خودش، بعدن هم منسوب کرد به خانمش، گفت کسی که چنین خنه میدشته بشه البته که با وفا میره. چرا وفا نباشه؟ ما واقعا کسی که چنین پروردگاری داشته باشه البته که با وفا باید بشه. یعنی ما باید که وفا داشته باشیم و استقامت بکنیم در راه معشوقمون.
اینجا با زیبایی، با کلام، با این اذا وقعت الواقع یه مرتبه خبر میده تو گوش آدم. یادت اومد؟ یادت نمیاد؟ این آیه رو برات میخونم حالا. یه آیه دیگه میخونه که لا اقسم به یوم القیامه. یه آیه دیگه میخونه برات که فرض فرمایید اذا الشمس کورت. یادت اومد؟ یادت نمیاد؟ اینقدر اینا رو میخونه یه جا یادش میدادم. اصلا قرآن که میخونید هر جاش که یادتون افتاد اونجا نازل میشه بر شما. اون بر پیغمبر نازل شده، بر شما که نازل نشده. ما اگر که یه آیه ای بر ما نازل بشه عبارت از این است که اون آیه رو یادم اومد. اینو فهمیدم که فسماء رزقکم و ما تو ادون. اینو فهمیدم. دیگه چی فهمیدی؟ فهمیدم که ویل للمتففین. اینو فهمیدم. اینو خیلی نفهمیدن هنوز. خیلی هنوز نفهمیدن. که وای بر کم فروشان و وای بر کسانی که از کارشون کم میذارن. این آیه موقعی که نازل میشه بر شما نه بر پیغمبر، اون موقع شما میتونید بگید من یک آیه خوندم. خوندن که از روخونی که نیست. اینجا خداوند اونجا چیز که نداره بخوان کمیت بیارن بگن آقا من مثلا 6 تا ختم قرآن کردم. موضوع اینه که چند تا آیه این قرآن بر تو نازل شد و دل تو رو گرم کرد و تو فهمیدی که این حقه و درسته. همین یه دونه آیه که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این الان تو این مجلس این خیرین نیکوکار حداقل این آیه برش نازل شده دیگه، که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هم یه دونه آیه هزار برکت درش هست. به همجهت من گفتم به دانشجویان که شما اینقدر چیز نزنید که شتاب نکنید که بخواید قرآن خط بکنید. روزی یه دونه آیه بذارید جلوتون، خصوص من به جوان ها میگم این روی کاغذ بنویسید نصب کنید به دیوار اتاقتون، بگید من امروز روز این آیه است، امروز روز این آیه است، امروز این آیه رو میخوام بهش فکر بکنم بخونم تا شب. ده دفعه هر دفعه رد شدین از اونجا اینو بخونید. سال 360 آیه، اگه 10 سال این کارو ادامه بدین 3600 آیه قرآن رو روش تدبر کردیم. این بهتره یا اینکه شما مثلا توی مجلسی بشینید؟ من خیلی واقعا تعجب میکنم که توی مجلس یه ساعته دو ساعته که مجلس ختم انعامه تمام سوره انعام میخونه. من که عربی بلدم و 100 بار همین سوره رو خوندم حوصله‌ام نمیاد که واقعا پشت سر هم اینا رو باید فکر بکنی. یکی یکی هزار چیز توی سوره انعام هست، یکیشو در بیار. بالاخره آدم یه مرتبه که 30 از 40 کباب نمیتونه بخوره که. چون یه دونه از اینا رو بذار جلوت بگو که مثلا انی لا احب الافلین، ابراهیم گفتش که من افلین دوست ندارم. اینو بذار جلوت بگو من اینا که افول میکنم اینا خوشم نمیاد. یه چیزی به دست بیاریم که گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. بنابراین اولین منزله این است که یه کسی یاد آدم بیاره و این طلب ایجاد میکنه. یادش میاد، میگه که وقتی آدم یادش اومد، یادت اومد که یه دختری بود اونجا رفته بود خواستگاری، ای یادم اومد، حالا پس باید بری خواستگاری. اگه یادت نیومده باشی فایده نداره. و همجد اون کسی که یادش میاد رفتارش فرق میکنه با اون کسی که یادش نیومده. اون که یادش میاد نمیشینه تو خونه هی بگه یا الله یا الله یا الله یا الله، هزار دفعه اینو بگه تکرار بکنه. کما اینکه اینو من بازم گفتم که یه کسی مثلا یه معشوقی داره اسمش مریمه، این اگر همین یاد مریم نیفتاده باشه فقط کلمه مریم یادش باشه میاد خونه، اگر عاشق باشه میگه مریم، جواب نمیده. دوبار میگه، دوبار که میگه دیگه، سه بار نمیگه، چهار بار نمیگه، دوبار که گفت بعد میره زنگ میزنه، بعد میپرسه که مریم کجاست، بعد میگن رفته خونه فلانی، زنگ میزنه اونجا و همینطور میره تا برسه به مریم. اما اون که فقط اسم به گوشش خورده فکر میکنه این مریم چه کلمه قشنگی، اینا به به مریم، مریم دوتا سیلاب داره و تلفظش هم خیلی قشنگ ادا میکنه اینا، بعد میشینه دوستانش هم جمع میکنه تا صبح میگن مریم 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 میکنه. عاشق مریم نیست که، عاشق خدا هم نیست. عاشق خدا اون کسی که در راه خدا قدم برمیداره. یعنی تو اگر، البته که آدم با ذکر بگه، ذکر به اندازه که آدم یک استارتی بزنه، ذکر یه چند دفعه آدم میگه که راه بیفته که یادت بیاد که تو بنده پروردگاری هستی و باید کار خوب بکنی. حالا که یادت اومد که دیگه نباید هی همینطوری تکرار بکنی که اونو، بعد بری ببینی چیکار باید بکنی. اینه که طلب اینجاست. طلب که کردی یواش یواش در شعله این طلب گرم میشی و وجودت تبدیل به عشق میشه. مرحله دوم عشقه. عشق تکامل همون طلبه. وقتی تمام وجود آدم طلب شد میشه عشق. وقتی که به کمال عشق رسید، اینکه
خیام میگه که آنگاه چون جود ازل بود مرا انشا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد، آنگاه قراز ریزه قلب مرا مفتاح خزانه در معنا کرد. وقتی که انسان عاشق شد، اون وقت معرفت، منزل سوم معرفته، اون وقت تازه شروع میکنی فهمیدن. قبلا چیزی نمیفهم آدم، قبل از عاشق شدن آدم هیچی نمیفهمه، عاشق خودشه. عاشق شدن یعنی از خود بیرون آمدن، معنی عشق همینه که من از خودم اومدم بیرون. نظامی میگه که اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت وارهاند، از شر خودت لاغل خلاص میشی. اون وقت از شر خودت خلاص شدی، اون وقت میای بیرون، یواش یواش عاشق این میشی، عاشق اون میشی، بعد معشوقتو پیدا میکنی. عاشق یه گربن بشی باز خوبه، بهتر از اینه که آدم عاشق خودش بشه. بعد یواش یواش میفهمی که این گربه، این به این زیبایی از کجا اومده، این خروس از کجا اومده، اینا. یواش یواش میری به معشوقت میرسی. بیا بیرون. عطار میگه که بعضیا میپرسن آقا خوک یعنی چی؟ تو این داستانه شیخ صنعان همه رو گیج کرده. داستان شیخ صنعان رو من نمیتونم بفهمم مگر اینکه طالب بشم، سالک بشم. میگه که اگه پات از خونه گذاشتی بیرون میفهمی خوک چیه، وگرنه میگه خوک، خوکبان، شیخ خوکبان، برای چی؟ بت چی بوده؟ بت باید پات بذاری بیرون، وقت با بت روبرو میشی، با دیو روبرو میشی. حالا برای این منزل سوم معرفت. وقتی آدم به معرفت به کمال عشق رسید، یواش یواش معرفت پیدا میکنه. آدم عاشق مردم رو میشناسه، نگاه میکنه، چون به خودش که نگاه نمیکنه. آدمی که به خودش نگاه میکنه، به قیافه آقا نگاه میکنه، مثلا میگه این آقا کیه، به درد ما میخوره نمیخوره، جواب سلامشو بدیم ندیم، این عاشق خودشه. عاشق اون آدم که نیست، اون کسی که عاشق اون آدمه، به اون بچه که نگاه میکنه میگه عجب این بچه محرومه، من چیکار بکنم برای این بچه؟ اینا کتاب برش بگیرم، مدرسهش کجاست، کجا میره این بچه؟ آدم این داستایفسکی فرقش با بقیه مردم چیه؟ ما هم همه جا میبینیم، اون یه درشکچی رو که میبینه بلافاصله فکر کنه درشکچی چی کار میکنه، زنش کجاست، بچه هاش کجا، این چقدر در میاره. من خودم یه روز دیدم یک پنبه زنی این چیزش انداخته پیر مرد، انداخته رو دوشش، فریاد میکنه که آی لافتوزی. آدم فکر میکنه که این اولا ساعت 2 بعد از ظهر، معلومش از صبح تا الان کار پیدا نکرده، چون وگرنه رفته و سر کار تا 2 بعد از ظهر اینجا. و چقدرم سخته که آدم فریاد بکنه که منو به کار بگیرین، من حاضرم که براتون لافتوزی بکنم، هیچ کس نیست. آدم فکر بکنه، آدم عاشق فقط فکر میکنه، آدم عاشق فکر میکنه این بچه که اومده اینجا درس آدامس میفروشه، فکر نمیکنه اینا رو چم میده، چم میده بچه اینا رو نصف قیمت حساب بکن، اینو نگاه نمیکنه، فکر میکنه این بچه بچه منه، این بچه کجاست، مادرش کجاست، این پدرش چیکار میکنه، بعد این پولاشو آیا واقعا میتونه پولی خود در میکنه، خونهشون کجاست. آدم عاشقه که یواش یواش معرفت پیدا میکنه به بیرون ذات خودش. در اثر این معرفت، در اثر این معرفت که به عالم خارج پیدا میکنه، به تدریج به مقام استغنا میرسه، که حالا من نمیخوام در اون مقامات صبر بکنم. و یک استغنای انسان پیدا میکنه خودش، یک استغنایی هم شناخت پیدا میکنه از حضرت حق. دو تا استغنا پیدا میکنه. استغنای حضرت حق اینه که تو اگر عبادت ثقلین رو کرده باشی، یه نگاه به خودت نباید بکنی، یه نیم نگاه. اگر کسی فکر بکنه که من 3 تا مدرسه درست کردم و این تو ذهنش بیاد، فوراً خلع لباسش میکنه از اون خیر. چرا؟ برای اینکه تو بدهی پیدا میکنی وقتی کار خیر میکنی. بعضی خیال میکنن کار خیر که میکنن از خدا طلبکار، مثلا میگه خدا این کارم کردم، بدهی پیدا میکنی. برای اینکه توفیق پیدا کردی، خداوند باید بگه خدای شکر من چی بدم. دو مرتبه باید فکر بکنی که من چه صدقه‌ای بدم که منو توفیق دادی که من بتونم مدرسه رو درست بکنم. آدم یه کار خوب میکنه که طلبکار نمیشه که. مردم کاری که برای خدا میکنن اینو جزء بدهی طلبشو مینویسن، مثلا یه روز اضافه روز بگیره، اینو حساب میکنه که زیادم باشه سال بعد دیگه نگیرم. اینو گفته بود که نذر کرده بود که خدایا من اگر که گاوم خوب شد، مریض بود گاوش، که اگر خوب شد من 3 روز روزه میگیرم. بعد برای اینکه خدا رو شرمنده بکنه، یعنی تو محضور قرار بده اینا، گفتش که بهتر 3 روز روزه بگیرم. روزه گرفت ولی گاوه مرد. حالا 3 روز روزه رو گرفته، گاوم مرده، این فکر میکنه که 3 روز برای خدا روزه گرفته به حساب خدا. گفت خدایا مگر ما رمزون نیاد، هر 3 روزشو میخورم، حالا گاوه منو میکشی. من 3 روز همینطوری برای تو روزه گرفتم. اینا ما برای اون کاری نمیکنه. مثلا اون مستغنی مقام استغنا اینه که تو بفهمی که خداوند مستغنی است،
از کل کائنات مستغنی است و از همه عبادات و نیاز از همینا مستغنیه. بنابراین این تویی که نیاز به این نماز داری، نماز که برای خدا نمیخونی، که برای خودت داری میخونی، برای کمالی برسی، کسب کمالی بکنی. هدیه دادن به تو این نماز رو، باید تشکر بکنی. یعنی یه تشکر بکنی که دست و پا بهت دادن، یه تشکرام بکنی که قیام و قعود کردی، یه تشکرام بهت بدن که یک رسول گرامی فرستاده گفته که تو صبح بلند شو، در صورت شستشو کن، در پیش پروردگارت واسه بگو خدای من به راه راست مستقیم. این کم نعمتی به آدم بدن که هر روز صبح تو این توفیق رو پیدا کنی که بگی خدای من به راه راست هدایت بکن، من به راه کج هدایت نکن، من غیر المغضوب علیهم بخوام باشم. اون وقت دیگه تا شب باید حواست جمع باشه، کار مغضوب علیهم نباید بکنی، کاری که مغضوبان علیهم باشه نباید بکنی. اینا هدیه های خداوند، نماز و روزه و حج و جهاد و اینا هدیه های خداوند به شما، کار خیرم هدیه خداونده. بنابراین این استغنا رو آدم میفهمه، یه استغنایی هم پیدا میکنه از غیر حق، خود شخص. مولانا میگه باده تو به کف و باد تو اندر سر ماست. مؤمن یه بادی تو غروری تو سرش هست، نه اون غرور شیطانی که مستغنیه. بعد از مقام استغنا به توحید میرسه آدم. چرا؟ برای اینکه وقتی فهمید که او از همه بی‌نیازه و تمام اینها به او نیازمندن، خود این او رو به توحید میرسونه. چرا من حالا بخورم وارد بحث فلسفی بشم و بحث رو تموم بکنم یواش یواش، که حالا چجوری میشه که تمام کائنات به او نیازمندن، او به هیچ کس نیاز نداره؟ مثالش خیلی روشنه. شما فرض کنید که یه دریایی در نظر بگیرید، دریای بی پایان. روی این دریا موج هست، حباب هست، کف هست. آیا این هیچ حبابی میتونه بدون آب اونجا زندگی بکنه؟ آب ازش بگیرن. هیچ موجی میتونه بدون آب باشه؟ اما آب میتونه بدون موج باشه. آب موج هم نزنه آبه، حباب هم نباشه آب. حالا در فلسفه میگن که وجود اصلش مال اوست. ما چه هستیم؟ ماهیت. ماهیت، هر ماهیتی محتاج به وجوده. برابر این ماهیت تا وجود، مثلا میگن آقا یه سیب خیلی خوبی براتون گرفتیم، خوش عطر فلان، ولی نیست که دیگه، تمام کمالات چه از بمیره. بنابراین وجود مستغنی از ماهیته، از هر ماهیتی، ولی هر ماهیتی نیازمند به وجوده. یعنی اگر گل وجود نداشته باشه، گل بودنش که شأنی نداره، یعنی گل بودنش که محدودیتیست، یه حد و رسم منطقیه. پس اینو میفهمه انسان وقتی که فهمید که او از همه مستغنی است و همه به او نیاز دارن، پس میفهمه که فقط یکیه که وجود داره، همونی که مستغنی از همه است، اون وجود داره، بقیه تعینات هستن و حدود و رسومن. اون وقت به توحید میرسه، به توحید میرسه، میفهمه که یکی بیشتر نیست. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. میفهمه که این ظاهرم که میبینی اوست، منتها درخت بودنش نبین دیگه. یعنی بعضیا میگن آقا پس درخت خداست؟ نه، درخت خدا نیست، چون درخت درخته. درخت بودنش رو عزل کن، درخت بودنش رو عزل کن، اون وقت اون حقیقت ذاتش که قبل از درخت بودن بوده، بعد از درخت بودن خواهد بود، اونه که جوهر الهی درش هست. پس میرسه به مقام احدیت و انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه. اینو فارابی، ابونصر فارابی در کتاب فصول حکم، اینم یکی از اون چند کتاب استثناییه که خیلی کوچیک، 40 صفحه است، ولی یه دوره حکمت اسلامی درش هست. انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه، یه نگاهی به احدیت بکن، تا ابد مدهوش میشی دیگه، تا ابد دیگه به هوش نمیای اصلا. و این شراب احدیت که همه از این شرابی که اونایی که مست شدن از این شراب خوردن، بعد از این احدیت به عالم حیرت میرسی، نه چنان حیرت که پشتش سوی اوست. یه وقت آدم حیرانه که این کو گم شده، نگاه میکنه، این یه حیرانه که بعضی فکر میکنن مثلا حافظ حیران بوده یا خیام، از این حیران نبوده، حیران جمال او بوده. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران که مست روی اوست. این حیران به حیرت میرسه، زهی بر ذوق حیرانی. از این تو دانی من نمیدانم چه آوازی است در جانم، از این آواز حیرانم، زهی بر ذوق حیرانی. حیرانیست که آدم به کلی این علت و معلول و اسباب اینا رو همه رو عزل میکنه و مبهوت جمال او میشه، که اصلا ما خیال میکردیم این علت اونه، اون علت اونه، وقتی که چشمت به او افتاد همه اینا محو میشه و مبهوت جمال او میشه.
بعد که مبهوت شدی دیگه نیست میشی، یعنی دیگه من نیستم. اینو میفهمی که در برابر او دل برا پیش وجودت همه خوبان عدمند، همه نیست میشن دیگه. وقتی که رسیدی این نیستی همون فناست که این هستیه. یعنی مثل میمونه که شما یه باغ کوچیکی داشتین 3x4 10 متر در 20 متر، این دیوارشو برداشتین وصل شد به بقیه باغا، دیگه باغتون بزرگ شد. یعنی انسان وقتی میگن نیست شو، یعنی این محدودیتتو بذار کنار، یعنی کم نباش. روز قیامت همه رو مجازات میکنن که تو چرا کم خواستی، نمیگن چرا هرس زدی، میگن چرا هرس نزدی. میگه که آقا من هرس زدم. میگه هرس زدی راجبه چی؟ راجبه چی میخواستی به دست بیاری؟ یه چیز بی ارزشی رو هرس زدی. بنابراین روز قیامت ملامت میکنن آدمهایی رو که همتشون کم بوده و چیز کم خواستن. آدمی که دروغ میگه برای اینکه به کم قانعه، دروغ میگه که چی مثلا 100,000 تومان میدن، خب 100,000 تومان کمه. راستی و شرافت خیلی میلیاردها تومان قیمت داره که آدم راستگو باشه. اینکه آدم تو شهر راه بره و همه بگن این آدم دروغ نمیگه، این چند میلیارد تومان میارزه، اینو تو میخوای بدی مثلا 1,000 تومان بگیری، خب این خیلی جهالت دیگه، این رندیه که این کارو بکنی. بنابراین انسان میرسه به نیستی و اون نیستی در حقیقت عین هستی است. تو جام عشق را بستان و میرو، همان معشوق را میدان و میرو. شرابی نوش بی خاشاک صورت، لطیف و صاف همچون جان و میرو. و سلام.